بینندگان عزیز سلام بر شما. در برنامه امروز انتخابات آمریکا رو از دریچه تأثیرش بر تحولات ایران مورد بررسی قرار میدیم. چرا نتایج آمریکا با حساسیتی ویژه در ایران دنبال میشه؟ آیا به واقع میتونه این انتخابات روی بحرانهای رژیم تأثیر مثبت یا منفی بذاره؟ سیاست آمریکا در هر دولتی که رو کار بیاد در قبال رژیم چه خواهد بود؟ و آیا در صورت بازگشت به برجام بحران سرنگونی رژیم حل میشه؟ برای بررسی موضوع انتخابات آمریکا و تأثیر اون بر تحولات ایران همراه هستیم با جاهد معدومی، مهمان گفتگوی امروز ما در استودیو. جاهد، با سلام به تو، خیلی خوش اومدی. من خیلی از دعوت شما تشکر میکنم، همچنین سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیزتون. از اینکه فرصتی پیش اومد که بتونیم با هم گفتگو کنیم خیلی متشکرم. مرسی جاهد. جاهد، الان موضوع انتخابات آمریکا یکی از مهمترین موضوعات تو رسانه‌های رژیمه، وقتی که دنبال میکنیم، میبینیم، میخونیم. سوال اولم اینه که چرا این انتخابات اینقدر برای رژیم مهمه؟ آیا به واقع این موضوع میتونه پاسخ بحران‌های رژیم باشه به صورت کلی در ابتدا؟ و میخواستم کمی بیشتر از حرفای خودشون بگی که اونا چی میگن تو این رابطه. اول اینکه بگم خب رژیم الان توی بحران‌های لاعلاجی قرار داره و این شکی توش نیست. بله. به این هر طرف، هر ناظر بیرونی هم نگاه بکنه، خب این به این میتونه اذعان کنه. از یه طرف خب تحریم هاست که اقتصاد رژیم رو فلج کرده، از اون طرف بحران کروناست، از اون طرف فقر و فلاکت و بدبختی مردمه، مهمتر از همه قیام‌های سراسری و خیزش‌های سراسری که روز به روز رو به افزایش توی ایران. اینا همه رژیم رو در یک شرایط بحرانی قرار داده و در یک نقطه ضعفی قرار داده که رژیم مجبور فقط چشم بدوزه به بیرون از خود، یعنی به بیرون از کشور، و یک امید کاذب رو ایجاد بکنه که اگر بایدن بیاد ممکنه قابل مذاکره تر از ترامپ باشه و میتونه زمان بخره و عمر خودش رو یک مقداری طولانی‌تر کنه. ولی حتی تو همین موضوع هم تو خودش رژیم یک دست نیست. یعنی حتی در موضوع اومدن بایدن به روی کار هم تو میگی یک دست نیستن. چرا؟ بله. براتون چند تا فاکت من بخونم از روزنامه‌های خود رژیم. مثلا سایت فرارو 7 آبان گفته احتمال مذاکره ایران با دولت بایدن بسیار زیاد است و در ایران چشم‌ها به انتخابات آمریکا دوخته شده. در واقع اومده تعریف کرده از بایدن. جهان نیوز 7 آبان اومده یک مطلبی نوشته از قول فریدون مجلسی که اصلاح طلب توی مجلس، گفته که بایدن و حزب دموکرات به صراحت اعلام کردند که اقدامات تازه آن، ببخشید، این جوابیه که داده، چون فریدون مجلسی اومده تعریف کرده، در واقع گفته شاید ایران تمام نگاه ها امیداش به انتخابات 2020 آمریکا دوخته شده. ولی در مقابل همین روزنامه میاد جواب اینو میده، میگه که بایدن و حزب دموکرات به صراحت اعلام کردند که اقدامات تازه‌تر آنها درباره ایران اجرای برجام موشکی و منطقه‌ای توسط ایران است. یعنی در واقع اومده گفته که همون 12 ماده‌ای که ترامپ و پمپئو اومدن گذاشتن، همون 12 ماده‌ای رو اینا میخوان دوباره اعمال کنن. آیا درسته که در این حالت ما چشم بدوزیم به اومدن بایدن؟ از اون طرف خب مشرق نیوز اومده گفته بایدن قطعاً به برجام برنمی‌گردد. یا روزنامه آرمان که روزنامه اصلاح طلب مجلسه، میگه بایدن سراب پیروزی است، رؤیاست که حل مشکلات کشور محقق خواهد شد با اومدن بایدن. خب ببینین، همینطور که میبینین جناح‌های رژیم در یک ترس و در یک بن‌بست قرار دارن. رژیمی که از بحران‌های داخلی به نقطه انفجار رسیده، حتی روزنامه‌های خودش دیگه نمیگن فقر مردم، میگن فلاکت مردم. خب تو این شرایط استراتژی خودش رو اومده پیوند زده با اومدن بایدن روی کار تا بتونه زمان بخره، تا بتونه یک امید کاذب ایجاد کنه، همون امید درمانی که روحانی همیشه ازش دم میزنه، همین امید درمانی که خود خامنه‌ای هی میگه خیلی ما موفقیم، خیلی قدرت داریم. ولی خب واقعیت صحنه این نیست. رژیم استراتژی از این ستون به اون ستون فرجیه رو داره پیش میبره. الان شما تعداد کمی از فاکتور رو گفتی، قطعا فاکتور خیلی بیشتر از اینه و تو این فرصت مختصری که ما داریم نمیگنجه، اما از همین موارد متعددی که خودت برامون مثال زدی فهمیدیم که به نوعی یک سردرگمی و یک بلباشی تو خود رژیمه. بله. که یه عده میگن بایدن بیاد، یکی میگن اگه بایدن بیاد فرقی نمیکنه اینا. ولی خب حالا اگه ما بخوایم یک نگاهی بکنیم به مواضع بایدن در قبال ایران، خود بایدن چه سیاست هایی رو تو این رابطه اعلام کرده؟
خب ببین، خود بایدن چون صحبتایی که خودش کرده رو باید ملاک قرار داد. خود بایدن مثلا اومده در رابطه با خودش یا مشاورانش، ولی موازه این دستگاه میشه. مثلا خودش اومده گفته که ما خانه بازگشت رژیم به توافق هسته‌ای هستیم، ولی با همپیمانان خودمون هم کار میکنیم که نواقص این برجام رو در واقع رفع بکنیم. از اون طرف اومده گفته که سیاست‌های منطقه‌ای رژیم باید تغییر پیدا کنه، در واقع دست رژیم از تروریسم منطقه‌ایش باید کوتاه بشه، برنامه‌های موشکی رژیم رو هدف قرار داده. تازه یه کار دیگه هم که بایدن کرده، اومده گفته که باید تحریم‌های هدفمندانه در رابطه با نقض حقوق بشر تو ایران اجرا بشه. یعنی علاوه بر این تحریم‌هایی که هست، نقض حقوق بشر هم داره اشاره میکنه. یعنی ببینین، رژیم توی نقطه ضعف قرار داره، اینو باید فهمید. خب بایدن هم کسیه که مطلق از منافع کشور خودش میشینه. خب وقتی طرف مقابل تو نقطه ضعف قرار داره، تو که نمیای از منافع کشور خودت کوتاه بیای. این اعمال تحریم ها رو توی آمریکا روسیه‌هاش ترامپ خریده به جون خودش، ولی خب سودش توی جیب اون رئیس جمهوری که در آینده بیاد روی کار، چه بایدن باشه چه ترامپ، چون منافع کشورشون تأمین میشه. یک فاکت دیگه بود خیلی جالب بود برای خودم، آنتونی بلینکن مشاور ارشد جو بایدنه که خودش یکی از اعضای ارشد مذاکره کننده هسته‌ای برای تصویب همین برجام بوده. این اومده گفته که در صورت پیروزی بایدن، تمام تحریم‌های آمریکا علیه ایران حفظ خواهد شد. ببین، سوال اینه که چه کسی حاضره در قبال یک دولتی که در ضعف مطلق قرار داره امتیاز بده؟ خب این یک امید کاذبیه که این رژیم داره ایجاد میکنه برای در واقع زمان خریدن برای عمر خودش. ولی حقیقت چیز دیگه یه، حقیقت اینه که شرایط پیش رو سخت‌تر و مشکلتر برای رژیم خواهد شد. در هر صورت هر کسی هم توی آمریکا روی کار بیاد. حالا با همه موضوعاتی که الان خودت گفتی، فرض میکنیم الان نکاتی که سر سیاست‌های بایدن در قبال ایران گفتی، اما بازگشت سیاست آمریکا به برجام یا اومدن روی توافق برجام، آیا مجموعه بحران‌هایی که الان رژیم باهاش درگیره و میگه موضوع تحریم‌ها خلاصه باعث این مشکلاته، اگه بیاد پای برجام این مسئله حل میشه؟ وقتی آمریکا بیاد برجام بگه من قبول میکنم دوباره و بیایم سر این میز بشینیم، آیا مسائل رژیم بحران ها حل میشه؟ من فکر نمی کنم بحرانی حل بشه. بدنی که بحرانی که رژیم در درون خودش الان داره بحران سرنگونیه و بحران سرنگونی با برجام و سیاست خارجی تعیین تکلیف نمیشه. بین رژیم نظرت میخوام وقتی که میگه بحران سرنگونی، یعنی یک کمپلکسی از مجموعه بحران هایی که الان رژیم باش درگیره. یک کمپلکسی، ولی بحران سرنگونی به طور مشخص تضادیه که بین حاکمیت و مردم وجود داره. یعنی از روز اول رژیم با زور و سرکوب و اعدام حاکم شده توی این کشور. این بحران الان به نقطه عطف بزرگی رسیده. بعد از قیام 96 و قیام 98 رژیم به نقطه بازگشت ناپذیر رسید توی این بحران. ببینین، سال 96 نه برجامی بود، یعنی در واقع برجام امضا شده بود ولی تحریمی نبود، برجام هم پاره نشده بود. خب ولی قیام 96 صورت گرفت. چرا؟ بخاطر اینکه بحرانی که توی ایران وجود داره خب بحران سرنگونیه، اصلا ربطی به برجام و غیر برجام نداره. سال 98 این رژیم اومده در عرض دو روز 1500 تا جوانای ایران تو خیابون به رگبار بسته. آخه این دیگه از یک مرحله عبور کرده ایران، از یک تاریخ عبور کرده دیگه، اصلا نمیشه گفتش که میشه برگشت به گذشته. در نتیجه مطلق همین چیزی وجود نخواهد داشت. من یک نکته دیگه خواستم به شما بگم، چون حتی خود رسانه‌های حکومتی هم به این زیاد امید ندارن که با در واقع انتخاب بایدن و یا با لغو برجام رژیم بتونه برگرده به شرایط قبل. مثلا سایت نگاه روز همین یک شنبه اومده بود نوشته بود، تازه به قول یک استاد اقتصاد دانشگاهش اینو نوشته، گفته بحران‌های ما حاصل سوء رفتار الگوهای ما و سوء مدیریت سیاستگران ماست. با آمدن و رفتن ترامپ و بایدن چیزی عوض نمی‌شود، چون ما عوض نمی‌شویم. آخر رژیم همون رژیمه. خب وقتی رژیم همون رژیم عوض نشده، خب بحرانی هم که بحران سرنگونی هم که بین رژیم و مردم وجود داره که عوض نمیشه. وقتی که میگه سوء مدیریت ماست، منظورش که همین 40 ساله‌ای که رژیم حکومت کرده این بحران محصول اینه. بله قطعاً محصول 40 سال حاکمیته. روز به روز ایران به سمت سقوط این رژیم حرکت کرده، روز به روز شرایط تو ایران بهتر شده. اصلا هیچ پروسه‌ای شما ندارید که مردم ایران در رفاه آسایش زندگی کرده باشن، با اینکه ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه است به لحاظ
منابع نفت و ذخایر نفتی. یک موضوع دیگه مثلا این روزنامه حکومتی همدلی اومده نوشته، گفته که کشور ما به واسطه سهل‌انگاری ها و فقدان اهلیت حرفه‌ای در عرصه سیاست گذاری و تخصیص منابع در معرض یک پدیده بسیار خطرناک قرار دارد. گفته ما در معرض گسست ها، آشوب ها، بحران های بسیار خطرناک قرار داریم. خب ببینین، خود رژیم در درون خودش خیلی خوب میدونه در قبال در برابر چه تضادهایی قرار داره و در برابر چه بحرانهایی قرار داره. پس این که میاد در ظاهر اینجور وانمود میکنه که ممکنه یک فرجی حاصل بشه، این یک دروغی بیش نیست. این برای زمان خریدنه. ببین یه مثال جالب براتون بزنم، حتما شطرنج تا حالا بازی کردین. وقتی دارم مهراش میخوره یه شاه مونده براش، بعد با این شاه هی از این خونه میره به اون خونه، از این خونه میره به اون خونه، از ترس اینکه مات نشه. ولی خب خودش هم میدونه آخه داره مات میشه، خودش هم میدونه، ولی چیه؟ میخواد زمان بخره. یعنی مثلا هیچ پشتوانه ای نداره، بله. ذخایرشو در واقع سفسف کرده، هیچ ذخایری استراتژیکی رژیم دیگه نداره خرج بکنه. همین. شاید شما از بازگشت آمریکا به برجام گفتی که تضادی از مجموعه مسائل بحرانهای رژیم این موضوع حل نمیکنه، ولی اگه فرض رو بر این بذاریم که فرض کن بایدن اگه بیاد، ممکنه سیاست آمریکا به دوران اوباما برگرده، مثلا یه شقا اگه بخوایم اینو بذاریم، و خلاصه مجموعه تنش هایی که الان بین آمریکا و رژیم که مشخصا هم سر تحریم ها گذاشته شده، آیا ممکنه اینا برطرف بشه؟ اول اینکه امکان نداره به نظر من که مثلا بگیم بایدن انعطاف به خرج میده فلان و اینا، بعد تنش ها بین آمریکا و رژیم برطرف. این موضوع رو چطور میبینید؟ ببینید من فکر میکنم به سه دلیل نمیتونه در واقع شرایط برگرده. دلیل اصلیش اینه که خب رژیم توی نقطه ضعف قرار داره. خب کسی که توی نقطه ضعفه که نمیرن بهش امتیاز بدن، بیشتر ازش امتیاز بیشتر میگیرن. دلیل دومش هم اینه که خب خود سیاستگذاری دموکرات هم که به یک فرد بایدن وابسته نیست که، به عنوان مثال تو همین دوران اوباما یکی از نفراتی که بیشترین مخالفت با سیاستهای اوباما در قبال ایران میکرد سناتور منندز بود که یکی از سناتورهای زینفوز و پرقدرت هستش توی سنای آمریکا. خب ببین این سناتور کماکان با سیاست‌های بایدن در قبال ایران مخالفت میکنه. الان ممکنه به دلیل در واقع وجود ترامپ یک مقدار آرومتر حرکت میکنه، ولی واقعیت اینه که خب سیاست‌گذاری به یک فرد بستگی نداره که توی آمریکا، هر حزبی هم میخواد روی کار باشه. دلیل سوم که من فکر میکنم این غیر قابل امکانه، در واقع تحریمایی که اومده اعمال کرده ترامپ یا دولت آمریکا تحریم‌های یک دستی نیستش. مثلا خب یه سری لوایح اینا اومدن از کنگره گذروندن، یعنی کنگره رأی داده روش و تحریم کردن رژیمو. خب برای لغو این تحریم‌ها خب دوباره کنگره باید بیاد استدلال کنن که چرا باید این تحریم لغو بشه. خب یک پروسدور خیلی پیچیده‌ای داره که به این سادگی نیست. یعنی موانعی هم هست برای رفع تحریما که تو خود کنگره ممکنه. بله بله، خب قطعا تمام اعضای کنگره که موافق رفع تحریما نیستن، اصلا به این ربطی نداره که نفر جمهوری خواه باشه یا دموکرات باشه. یعنی بحث منافع و ایده ها و نظراتی که افراد دارن در قبال سیاست خارجی. علاوه بر اون حتی تحریم های دستوری هم که ترامپ اومده اعمال کرده هم به این سادگی قابل رفع نیستن، چون یه سری تحریم ها هستن در واقع با دستور مستقیم ریاست جمهوری اعمال شدن روی رژیم. خب اینا رو بخوام برگردونن باز یه پروسه‌ای باید طی بکنه. در نتیجه من فکر میکنم که شرایط نمیتونه برگرده به قبل از برجام، یعنی به این سادگی که رژیم ادعاشو میکنه نیست. ولی از همه مهمتر ضعف خود رژیم اینجا، یعنی رژیم توی نقطه ضعف و شکست مطلق قرار داره. اینجا ارسا یه سری کامنت ها رو هم برات بخونم، نکات هموطنان رو. هموطنی گفته که ترامپ با اعلام تحریم های جدید کاری کرده که اگه خودش انتخاب نشه عملا رفع تحریم های برجام غیر ممکنه و نیاز به مذاکرات جدید و برجامی جدید باشه. هموطن دیگه گفته که خروج از تحریم های جدید دست دولت آمریکا نیست و در اختیار سنا و کنگره است، همیش که شما هم اشاره کردین. البته دیگه گفته که برفرض هم بایدن بخواد با جمهوری اسلامی مماشات کنه، حداقل 2 سال طول میکشه تا تحریم ها برداشته بشه. یعنی همچنان این آثار و عواقب اینها وجود داره. حالا یک سوالی من اینو که کوچیکم اینجا اضافه بکنم، تازه ترامپ قول تحریم های جدید هم داده،
یعنی خب انتخابات آمریکا که برگزار بشه باز ترامپ روی کاره در واقع تا جا به جای قدرت توی آمریکا و قول تحریم‌های جدید و آب‌بندی کردن در واقع این تحریم‌ها هم داده. یعنی خودم فکر می‌کنم که همینطور که در واقع دوست عزیزمون هم نوشتن به این سادگی نیست لغو این تحریم‌ها. شما الان موضوع در واقع تأثیرات انتخابات آمریکا رو بر رژیم چه از بعد آمریکا چه از بعدی که مثلا بایدن بیاد ترامپ که مشخصه از دوایای مختلف توضیح دادی، گفتی که مثلا برجام باشه نباشه به دوران اوباما میتونیم برگردیم برنگردیم و وضعیت تحریم ها، اما میخواستم مشخصا این موضوع رو روی خود رژیم ازت بپرسم، این که بالاخره این میزان نگرانی و توجه و به نوعی خودم اولش گفتی تشتت و به نوعی بلبشویی که تو خود رژیم هست سر موضوع انتخابات آمریکا به چه دلیل هست و چه معنی رو این وضعیت میده؟ به طور مثال مثلا نگاه کنیم، یکی میگه که بایدن بیاد بعد بهش امید ببندیم و خلاصه این راه ما رو به گمونم میگه باز میکنه، یکی دیگه‌شون میگه اگه بایدن بیاد بدتر میشه چون برگ حقوق بشر رو فاکته که خود شما گفتین، یکی گفته چه بایدن بیاد چه ترامپ بیاد هیچ فرقی نداره، یکیشون میگه اگه بایدن بیاد یا ترامپ باشه به هر حال باید مذاکره کنیم، یک عده دیگه تو رژیم میگن که اگر بایدن هم بیاد مطلق نباید وارد مذاکره بشیم چون باید امتیاز بدیم. همین که گفتی این وضعیتی که الان رژیم توش داره نسبت به انتخابات آمریکا چه پیامی رو به بیرون از خودش میده، چه چیزی رو نشون میده از وضعیت رژیم؟ این پیامی که در واقع رژیم میده پیام ضعف و بن‌بست مطلقه. به قول خودشون، حتی من خوندم توی روزنامه‌شون نوشته بودن به طنز این اومده بودن گفته بودن که کفگیر ما به ته دیگ خورده. یعنی رژیم الان در یک بحران لاعلاجی قرار داره به نام بحران سرنگونی. یعنی هر اتفاقی الان میفته ترس اول آخر رژیم از اینه که این موضوع به یک قیام منجر بشه. یک مثال براتون بزنم، مثلا توی داستان همین کرونا، کرونا اول که اومد حاکم شد خامنه‌ای اومد صحبت کرد، سخنرانی کرد و گفتش که این یک فرصته برای ما و اینا. واقعا فکر می‌کنم رژیم یک فرصته، یعنی تا یک نقطه‌ای هم تلاش کرد با همین در واقع بحران کرونا یک سرپوشی بذاره روی قیام‌های مردمی، گفت مردم دیگه نمیتونن بیان جمع بشن چون به خاطر شرایط کرونا و اینا و دقیقا. افت میکنه دقیقاً. حتی توی خاکسپاری استاد شجریان هم خیلی سریع اینا رو متفرق کرد، در واقع گفت سریع در واقع برگزاری مراسم ها رو اومد منتفی کرد، یه جایی اومد حتی در خود باغ فردوس رو بست. بله. یعنی رژیم از یک نقطه‌ای به بعد دید که این بحران کرونا هم داره تبدیل میشه به بحران سرنگونی براش. یعنی هیچ اتفاقی نیست توی رژیم بیفته و این در ادامه خودش در پروسه زمانی که طی میکنه تبدیل به بحران سرنگونی برای رژیم نشه. در نتیجه این تشتتی که توی خود رژیم وجود داره دقیقا نشوندنده اینه، یعنی رژیم خودش هم با خودش الان تنی تکلیف نیست. جاید اجازه بده من کامنت هموطن بخونم. هموطن گفته که اصلا اگه بایدن انتخاب بشه و بخواد با جمهوری اسلامی همکاری کنه سالها طول میکشه تا تغییر کنه، همینطوری که خودش هم داره میگه و گفته که البته نظر خودش هم این هموطن گفته به احتمال زیاد ترامپ انتخاب میشه و خیلی زیرکه. من می‌خواستم یه سوالی بپرسم متفاوت از سوالاتی که الان ازت پرسیدم و اونم نگرش مقاومت ایرانه نسبت به انتخابات آمریکا، چون اگه نگاه کنی الان همه دنیا، حالا ما رو ایران زوم شدیم ولی تقریبا توجهشون به این انتخاباته. من می‌خواستم بپرسم که مقاومت چه نگاهی و چه نگرشی نسبت به انتخابات آمریکا داره و تجربه‌ای که طی سالیان گذشته داشته تو این رابطه با آمریکا چی بوده؟ واقعیتش خب ما از اونجایی که مسئول هستیم در قبال مملکت و در قبال مردم و منطقه خودمون کورکورانه نمیام یه حرفی رو بزنیم. در نتیجه قطعا انتخابات آمریکا تأثیر منطقه خواهد داشت، قطعا تأثیرم روی رژیم خواهد داشت، ولی تأثیراتی که این داره تأثیرات استراتژیک نیست. ما هیچ وقت استراتژی خودمون رو نمیام با سیاست‌های کشورهای خارجی تعیین کنیم. همونطور که قبلش هم گفتم بحرانی که توی ایران وجود داره بحران سرنگونیه، این بحران هم با سیاست‌های خارجی کشورها به وجود نیومده. در نتیجه نگاه ما هم به انتخابات آمریکا یک نگاه استراتژیک نیست. اینم من واقعا از روی شعار نمیگم، ما تجربه‌های تلخ و خونین در این زمینه داشتیم. ببینین خروج از لیست تروریستی آمریکا،
مقاومت ایران سالیان سال در لیست تروریستی آمریکا بود. اتفاقا خروج از لیست تروریستی در دوران رئیس جمهوری محقق شد که بیشترین مماشات رو با رژیم ایران کرده بود. منظورت اوباما است. بله، اوباما. یعنی بیشترین امتیاز رو به رژیم ایران داده بود، بیشترین مماشات رو با رژیم ایران کرده بود. با همه این احوال مقاومت ایران تونست بله. از لیست تروریستی آمریکا خودش رو خارج بکنه. این پیام، این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده اینه که وقتی که ما روی قدرت خودمون پاسفت میکنیم میتونیم سیاست‌های جهانی رو تغییر بدیم. این ما هستیم که فعال و تاثیرگذاریم. ببینین، ما اگر تسلیم می‌شدیم خب خودمون رو باخته بودیم. اگه می‌خواستیم مثل نعوذ بالله مثل رژیم هی بگیم الان این اوباما خیلی با رژیم مماشات میکنه، اصلا نمی‌تونیم خط پیش ببریم، که اصلا نمی‌تونیم که تغییر ایجاد بکنیم. یک مثال دیگه من براتون بزنم. الان در آستانه هفته آبان هستیم، حمله موشکی به لیبرتی. بله. 3000 مجاهد خلق توی پایگاه توی لیبرتی بودن در کنار فرودگاه بغداد. رژیم با تمام توان می‌خواست اینا رو از بین ببره. موشک باران، هیچ جانپناهی هم نداشتن. ببین، اینا رو از توی عراق اینا خارج شدن و اومدن توی کشور اروپایی، اونم توی دوران رئیس جمهوری که بیشتر مماشات رو باز با رژیم می‌کرد، همین اوباما. خب ببین، اگر لحظه‌ای اینا به این فکر می‌کردن که ما باید ببینیم که بیرون از ما چیکار برامون می‌کنه، مطلق این محقق نمی‌شد. این هرم کاملاً برعکسه. این ما هستیم که با ایستادگی روی قدرت خودمون، با ایستادگی روی اراده خودمون، با ایستادگی روی ایمان خودمون سیاست‌های جهانی رو میتونیم تغییر بدیم. ما میتونیم استراتژی خلق کنیم. ما میتونیم کشورهای جهانی رو به سمت سرنگونی رژیم و تغییر در ایران هدایت کنیم. به این نکته باید ایمان داشت، به این نکته باید اعتقاد داشت که این هرم برعکسه. باور کنین اینجوری نیست. ببین، همین سال قیام‌های 96 اصلا به صراحت خود رژیم اومده توی مطبوعاتش گفته که نقطه‌ای که ترامپ تصمیم گرفت برجام پاره کنه و تغییر سیاست بده بعد از قیام 96 بود. روحانی چند بار همینو پیشونی بله. تکرار کرد. روزنامه رسالت همین سه شنبه اومده نوشته میتوان گفت آبان 98، قیام آبان منظورشه، یکی از بسترهای اصلی برای ترور قاسم سلیمانی بوده. خب ببین، آمریکا یه همچین ریسکی میکنه، نفر دو رژیم رو به لحاظ قدرت میاد ترور میکنه. خب این میتونه فتیله جنگی آتیش بزنه. ولی خب وقتی میبینه که ببین مردم ایران ایستادن، بلند شدن، قیام میکنن و مخالفن با رژیم و رژیم پشتش خالیه، خب دل و جرأت میگیرن. من اصلا حرفم این نیستش که ما بگیم که اصلا کورکورانه، اصلا هیچ فرقی نمیکنه، نه. ولی استراتژی رو ما هیچ وقت روی حساب سیاست‌های کشورهای خارجی نمیچینیم. اگر این کارو بکنیم شکست خوردیم. استراتژی رو ما خودمون میچینیم، ما ایم که امید خلق میکنیم، ما ایم که استراتژی رو سرنگون رو پیش میبریم. توسط قیام های سراسری توی ایران، توسط مردم و جوانانی که جونشون کف دستشونه توی خیابونا، توسط کانون های شورشی، توسط هر کسی، هر جوان، هر آزادهی که از یک شعار گرفته، از یک عکس گرفته، از یک شعار نویسی گرفته بر علیه رژیم و اعتراض و تحصن و قیام، از تمام اقشار مردم ایران، اینها همه مثل سلسله‌ای از زنجیره که روی سرنگونی رژیم تأثیر مستقیم داره و رژیم رو به سمت مرگ حتمیش سوق میده. در واقع اگر این هرم رو چپه بگیریم و فکر کنیم که باید چشم به امید بیرون باشیم و اینکه کسی از بیرون برای ما کاری میکنه، تمام فرصت‌هایی که پیش رومون داریم رو از دست میدیم. ولی وقتی برعکس هرمو بچینیم و به این اعتقاد داشته باشیم که ما استراتژی رو تعیین میکنیم، هر فرصتی هم که برامون پیش بیاد اونم رو هوا میقاپیم، اونم به نفع خلق خودمون میتونیم ازش استفاده کنیم. یعنی بابا، این نتیجه که الان شما گفتین، یعنی تمام ضرباتی هم که رژیم دریافت کرده طی این پروسه، حتی طی دوران ترامپ هم، محصول کار خود مردم و خود مقاومت بوده. مثال همون بله. برجامو زدی که مال قیام دی ماه 96 بود و ضربه قاسم سلیمانی که بعد از قیام آبان 98 بود. من می‌خواستم هم کامنت هموطن و هم خبری که به دستم رسیده هم اکنون رو برات بخونم. جاید شما نکته دیگه ندارید تو این رابطه؟ نه خیر، من بله بس من بخونم. گفتی که هموطن گفتی که دقیقاً بحران آخوندها بحران سرنگونیه، با بایدن و بی بایدن مردم ایران ریشه‌کنشون میکنن. هموطن دیگه گفته که نتیجه انتخابات هرچی باشه تأثیرش روی اوضاع رژیم تأثیری نداره، چون این بحران‌های حکومت با ترامپ شروع نشده و جنگ اصلی بین مردم و رژیم، همی که شما هم گفتی. خبری هم که به دستمون رسید گفته که
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که 8 فرد و نهاد از جمله شرکت‌های واقع در چین رو در ارتباط با ایران تحریم کرده. از جمله افراد گفته که شرکت‌های تحریم شده میتونن به اسامی حسین فیروزی آرانی، امیر حسین بحرینی، رمضان اولادی و شرکت پلایمر آریا ساسول و بازرگان و کالای باخت، بازرگان کالای باختر اشاره کرد. اگه من اشتباه خوندم این اسم رو، از بینندگان عذرخواهی میکنم. جاوید عزیز، خیلی ازت سپاسگزارم به خاطر شرکت تو این گفتگو که دعوت ما رو پذیرفتی. منم خیلی تشکر میکنم ازتون، از این فرصتی که به من دادید و امیدوارم به زودی زود در واقع سرنگونی محتوم رژیم ایران رو به چشم ببینیم. بله، خیلی ممنون.